در ادامه زیباسازی چاره های شهر کابل، اما زیبایی این منار در چاره پل سرخ دل هر رهگذر را میره باید. کار ساخت این منار هفت ماه را در بر گرفته است که از سوی مقام های شهرواری کابل و مسئولان شرکت مخابراتی افغان بیسیم افتتاح و به بهره برداری رسید. مقام های شهرواری کابل میگویند ساخت این منار 5 میلیون افغانی هزینه برداشته که از سوی شرکت مخابراتی افغان بیسیم پرداخت شده است. رئیس امور کلتوری شهرواری کابل ساخت این منار را خدمت بزرگ در کشور میپندارد. او تاکید میکند در آینده نه چندان دور افغانستان در میان کشورهای منطقه بهترین خواهد بود. یکی از زیبایی های شهر کابل توسط خود افغان ها به خدمت افغان ها قرار گرفت. شما باور داشته باشین، بیشتر جناب سروری صاحب اشاره کردن که یکی از خدمات کوچک نخیر، خدمات کوچک هرگز نه، یک خدمت بسیار بزرگی به کشور ما الحمدلله که صورت گرفت. مسئولان شرکت مخابراتی افغان بی سی می گویند آماده همکاری در بخش های دینی، فرهنگی و کلتوری هستند و در راستای ساخت و ساز همکاری های خود را با دولت ادامه خواهند داد. دا به انشالله دو پروژه و شروع و مونگوارو چه ده خپل و خلق و ده پار مصدر ده خدمت و کرسو به هر جای که چکرده شو پا افغانستان که سرمایه گذاره تم جوان نیو و الحمدلله پا دیر و لر و لر و پرتوسیمو که منگا مخابراتی خدمات غزاولی دی. زیبایی این منار اما در شب چشم نوازی می کند. در جریان روز هم زیبایی هایش بر دل شهروندان چنگ زده است. این منار، منار تاریخی بهرامشاه در ولایت غزنی را تمثیل می کند. منگ انشالله العزیز دی کابل خاروالی یا اطلاعات و فرهنگ وزارت یا بالمجموع دی افغانستان اسلامی امارت تاسی سر انشالله العزیز اوگا پو اوگا چنگ پا چنگ در سر ولاری. خوشبین هستیم از اینکه انشالله باسازی ها روان است و خداوند به امید از اینکه ما نگاه افغانستان آباد، افغانستان مرفع و افغانستان خوب داشته باشیم. با این همه مسئولان شرکت مخابراتی افغان بی سی می گویند در پروژه های زیباسازی در دیگر ولایت های کشور نیز سهیم هستند و در کنار این برای مردم کشور تکنولوژی جدید را تسهیل خواهند کرد. به گفته آنان شرکت مخابراتی افغان بی سیم در سال 2023 میلادی با ایجاد 200 سایت در نقاط گوناگون کشور زمینه کار را برای دهاتن فراهم کرده است.